سلام میکنم به همه دوستای خوبم امیدوارم حالتون خوب خوب باشه و آماده باشید چون میخوایم با هم یک تمرین کتاب درسی رو حل بکنیم خب حتما میگید ما که هنوز چیزی یاد نگرفتیم فقط فرمول قانون کولن رو یاد گرفتیم و من میگم که همون کافیه برای اینکه ما بخوایم برای جا افتادن فرمول قانون کولن با هم یک تمرین کتاب درسی رو حل بکنیم من شکل تمرین دوم فصل دوم کتاب فیزیکسه رو براتون آوردم اینجا میتونید ببینید سوال میگه که یک بار Q1 که اندازش هست منفی 4 میکروکولن و یک بار Q2 که اندازش هست منفی 3 میکروکولن رو در فاصله 8 سانتیمتری هم اینجوری میذاریم و بعد یک بار کیو 3 که اندازش هست منفی 5 میکروکولن رو جایی از صفحه میگذاریم که اش هم از کیو 1 و هم از Q2 برابر 5 سانتیمتر باشه این اطلاعاتیه که سوال به ما داده سوالی که از ما پرسیده اینه که نیروی الکتریکی وارد بر بار کیوسه که من اسمش رو میذارم F3 چیه؟ خب اینجا یک نکته ای هست که من جلسه قبل نگفتم چون میخواستم این جلسه و همراه با این تمرین بهتون بگم و اون اینه که نیروی وارد بر یک بار مساوی هست با جمع برداری تک تک نیروهای وارد برام خب این به این معنیه که من باید اول بیام نیروی وارد بر کیو سه از طرف کیو یک رو حساب بکنم بعد نیروی وارد بر کیو سه از طرف کیو دو رو حساب بکنم و بعد این دوتا رو با هم جمع برداری بکنم بنابراین هر مسئله قانون کولن رو من به سه قسمت تقسیم میکنم اول از همه رسم بردار نیروها برای اینکه ببینیم در شکل داره چه اتفاقهایی میافته دوم محاسبه اندازه نیروها بر اساس قانون کولن و سوم جمع برداری نیروها یعنی شما هر مسئله قانون کولنی دیدید که حالا چه از شما میخواست نیرو رو حساب بکنید چه نیرو رو داده بود میخواست مثلا اندازه بار رو حساب بکنید باید این سه مرحله رو طی بکنید خب پس بریم از مرحله یک همون اول شروع بکنیم رسم بردار نیروها خب از Q1 به Q3 نیروی جاذبه وارد میشه یا دافعه هر دو منفیان بنابراین دافعه است مثلا یک همچینی نیرویی میشه در راستای خط متصل به دوبار. از کیو دو بار از Q2 به Q3 هم دافعه وارد میشه اما کوچیکتر هست چرا؟ یعنی من چرا اینو از الان میدونم کوچیکتره به این دلیل که Q2 از Q1 اندازش کمتره و فاصله هر دو از Q3 برابره بنابراین من از الان میتونم مطمئن باشم که این نیرو که من اسمش رو میذارم F2 3 نیروی وارد بر 3 از طرف 2 و اینو اسمش رو میذارم F1 3 من میدونم که F2 کمتر هست از F1 3 ولی خب این رو میتونیم به زودی حساب هم بکنیم خب خیلی هم خوب ما الان مرحله اول رو انجام دادیم بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم هم برای ما خیلی آسونه چون ما قانون کولن رو بلدیم و ما میدونیم که مثلا F1 برابر هست با ثابت کولن ضرب در Q1 ضرب در q 3 تقسیم بر D به توان دو و F2 دقیقا شبیه همین هست. هست کا Q2 q 3 تقسیم بر D به توان دو که D فاصله دوبار از هم هست و هر دو 5 سانتی متر در نتیجه مثلا f 1 3 مساوی میشه با 9 ضرب در 10 به توان 9 نیوتن متر 2 به کولن دو این کا هست یادتون که هست ضرب در q 1 اندازش چقدره منفی 4 میکرو کولن یعنی منفی 4 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولن و q 3 هم هست منفی 5 میکرو کولن یعنی منفی 5 ضرب در 10 به توان منفی 6 کولن اینا رو باید در هم ضرب بکنیم تقسیم بر فاصله شون یعنی پنج صدم متر یعنی پنج ضرب در ده به توان منفی دو متر به توان دو پس تنها نکته استفاده از قانون کولن همونجوری که اینجا دیدید اینه که ما واحدها رو به واحدهای استاندارد تبدیل بکنیم خب این دیگه محاسبش خیلی راحته میتونید حساب بکنید و ببینید که این کسر اندازش میشه هفتاد و دو. نیوتون خب خیلی هم خوب خب شما میتونید الان همین جوری F23 رو هم دقیقا به همین ترتیب حساب بکنید و ببینید که اندازش میشه چقدر البته جهت ها رو که ما قبلا به دست آوردیم یعنی این مثلا F1 از 72 نیوتون در این جهت بسارید من بنویسم این میشه 72 نیوتون اما برای به دست آوردن F23 ما یک راه ساده تر هم داریم کافیه به این دو فرمول نگاه کنید ببینید که K در اینها مشترک است Q3 در اینها مشترک است D2 هم در اینها مشترک است چون هر دو D 5 سانتی متر هستند بنابراین F1 3 نسبتش به F2 3 برابر هست با Q1 تقسیم بر Q2 دیگه من میتونم اینها رو به هم تقسیم بکنم درسته این دو عبارت بزرگ رو یعنی این رو به این تقسیم بکنم Q1 به Q2 میمونه بنابراین نتیجه میگیرم که F2 3 برابر هست با F1 3 ضرب داره Q2 به Q1 که این مصابیه میشه با 72 نیوتون ضرب داره 3 چهارم چون Q2 به Q1 نسبتشون هست 3 چهارم که این مساوی میشه با 54 نیوتون خیلی هم خوب بذارید این رو هم بنویسم که یادمون نره ما الان مرحله دوم رو هم انجام دادیم میریم سراغ مرحله سوم البته این مرحله بیشتر از اینکه فیزیک باشه ریاضی هست و خیلی خوبه که اگر شما برید و جمع برداری نیروها رو یا در کتاب درسی یا در ویدیوهای کلاس درس ببینید اما من هم سعی میکنم یک راه حل نسبتا کامل برای جمع برداری نیروها بهتون بگم که این رو هم با هم تمرین کرده باشیم خب بذارید من این قسمت ها رو پاک بکنم خب این هم پاک کنم. ماه البته من یه خورده از شکل رو هم ممکنه الان پاک بکنم ولی خب بریم سراغ جمع برداری نیروها برای جمع برداری حتما میدونید که روش های متفاوتی هست روش متوازی و لزلا روش تجزیه و غیره روشی که من برای جمع برداری بیشتر از روش های دیگه دوست دارم روش تجزیه به معلفه های x و y هست خب یعنی ما میایم معلفه x و y دو برداری که میخوایم با هم جمع بکنیم رو به دست میاریم بعد معلفه های x رو با هم جمع میکنیم معلفه های y رو هم با هم جمع میکنیم و جمع دو بردار رو به دست میاریم که میشه اون دو معلفه ای که ما با هم جمع کردیم پس بذارید من اول از همه محورهای مختصات رو اینجا بکشم براتون خب این خط من کت شد بذارید یک خط صاف براتون بکشم این محور وای ها مثلا این هم مثلا محور ایکس ها خب خیلی هم خوب پس بذارید من اسمشون رو بذارم این وای ها این هم ایکس ها بنابراین چیزی که من الان میخوام حساب بکنم معلفه ایکس و وای این دو داره که یک همچین چیزی میشه برای این بردار معلفه وایش این هم معلفه ایکسش اسم این رو میذارم مثلا f یک سه وای اسم این رو هم میذارم f یک سه x و میخوام این دوتا رو حساب بکنم خب من مطمئنم که این برای شما خیلی کار راحتیه چرا؟ چون اگر این زاویه آلفا باشه f یک سه از مسلسات میدونیم که میشه f یک وای میشه f یک ضرب داره کوسینوس آلفا یعنی اندازش میشه این زل مثلث سب در کوسینوس آلفا خب پس ما نیاز داریم که کوسینوس آلفا رو حساب بکنیم بذارید من اول اینو بنویسم پس اف یک سه وای اندازش میشه اندازه f یک سه در کوسینوس آلفا که این آلفا در حقیقت همین زاویه است این دو زاویه متقابل هستند. این قسمت ها مسئله دیگه هندسه است من خیلی نمیخوام روش مکس بکنم ما میدونیم که این یک مثلث متساوی و ساقه اینه. و در مثلث متساوی و ساقه این عمود همون عمود منصفه پس این میشه 4 سانتی متر این هم میشه چهار سانتی متر و طبق قانون فیثاغورس در مثلث قائم الزاویه وقتی وتر پنجه یک زل دیگه چهاره اون یکی زل میشه سه سانتی متر البته میبینید که شکل کتاب خیلی هم خوب نیست ولی خب حالا ما زیاد با شکل کتاب کاری نداریم پس کوسینوس آلفا میشه زل مجاور تقسیم بر وتر یعنی سه پنجم از این نتیجه میگیریم که اف یک ی وای میشه هفتاد نیوتون ضرب در سه پنجم در راستای جی جی رو که یادتونه بردار یک محور وای ها بود این جی رو که من میذارم یعنی به اندازه این عدد در محور وای ها ما بردار داریم خب جی اصلا چیز عجیبی نیست خب همینجوری من میتونم f 1 -X, -E x رو هم حساب بکنم و میبینید که f x, -E -X که دقیقا برابر این زل بالا هست که من الان سبز کردم میشه همون f 1 ضرب در سینوس آلفا این بار که سینوس آلفا هست چهار پنجم بنابراین این مساوی میشه با 72 نیوتن ضرب در 4 پنجم این بار در راستای x ها بنابراین کلا من میتونم f -3 رو به این شکل بنویسم که برابر میشه با 72 ضرب در 4 پنجم در راستای x ها نیوتن به علاوه 72 ضرب در 3 پنجم در راستای j ها نیوتن بذارید دور این خط بکشم خب ما الان تونستیم f 1 رو به معلف های x و yش تجزیه بکنیم مرحله بعد اینه که همین کار رو با f دو بکنیم یعنی این رو به دست بیاریم و بعد هم این رو به دست بیاریم خب من دیگه نمیخوام وقتتون رو با محاسبه دقیق این دوتا تلف بکنم اما یک نکته ای که اینجا هست اینه که معلفه x f 2 یعنی این بردار در خلاف جهت محور ایکس هاست و بنابراین منفی خواهد بود خب یعنی یک عددی منفی یک عددی ضرب داره آی خواهد شد بنابراین ما میتونیم بیاییم الان اینو حساب بکنیم میبینیم که f دو سه در راستای محور x ها مساوی میشه با این دقیقا برابر هست با همین زل قرمز رنگ این بالا که این هست f دو سه ضرب داره سینوس این زاویه درسته که این زاویه دقیقا میشه این زاویه یعنی اینها هر دو تتا هن و البته تتا با الفا برابر چون این مثلث متساوی و ساقین و این هم امبود منصف خب پس این مساوی میشه با F دو سه ضرب در سینوس همون آلفا یا تتا در راستای محور آی ها اما منفیش خب که این مساوی میشه با 54 ضرب در 4 پنجم نیوتن در راستای محور x ها منفی یعنی در جهت عکس همینجوری من میتونم f دو سه وای رو هم حساب بکنم و ببینم که این مساوی میشه با 54 ضرب در این بار 3 پنجم چون باید ضرب در سینوس تتا بکنم نیوتن در راستای محور جی ها یعنی در راستای محور وای ها پس در مجموع F23 من مساوی میشه با 54 ضرب در 4 پنجم ببخشید منفی 54 ضرب در 4 پنجم در راستای محور X ها به علاوه 54 ضرب در 3 پنجم در راستای محور Y ها نیوتن درسته؟ خب خیلی هم خوب ما الان تونستیم هر دو بردار رو تجزیه بکنیم این تجزیه بردار اول این تجزیه بردار دوم بنابراین من یه خورده اینجاها شلوغ هم شد ولی بذارید دیگه پاک نکنم چیزی رو همین بالا می نمیسم F یک ببخشید F سه برابر هست با F یک سه به علاوه F دو که این برابر هست با ایکسش برابر میشه با جمع ایکس های این دو یعنی 72 ضرب در 4 به علاوه من های 54 ضرب در پنجم که میشه 18 ضرب در 4 پنجم در راستای محور X ها به علاوه گه 72 ضرب در 3 پنجم به علاوه 54 ضرب در پنجم یعنی 126 ضرب در پنجم در راستای محور وای ها که من میتونم اینو رسم هم بکنم ببینید این در حقیقت داره از این کم میشه پس معلفه ایکسش کوچیکه همونجوری اینجا میبینید و این دو دارن با هم جمع میشن یعنی این میشه تقریبا معلفه وای اون بردار و جمع برداری در نهایت یک همچین شکلی حالا خیلی دقیق نیست میشه خب خیلی هم خوب ما الان تونستیم اف سه رو به طور دقیق هم مؤلفه x و هم مؤلفه وایش رو حساب بکنیم و از روی این ما اف سه اندازش و همه خاصیت هاش رو داریم خیلی هم خوب برای امروز کافیه در کلاس درس بعد میبینمتون اتون خداحافظ